آمار جانگداز قربانیان در 535 شهر از 248100 نفر بیشتر است. کمیته علمی کرونا علاوه بر ویروس انگلیسی، ویروس برزیلی و دیگر ویروس‌های جهش‌یافته پخش شده و آمار مرگ خیلی بیشتر می‌شود. روحانی: ویروس انگلیسی از عراق وارد خوزستان و ایلام شد و مردم با سفرهای نوروزی به همه کشور گسترش دادند. رئیس کمیسیون بهداشت: روحانی با مخالفت با لغو پروازهای ترکیه و اروپا و 30 پرواز روزانه از خوزستان به نقاط مختلف باعث گسترش ویروس انگلیسی شد. رئیسی: در 12 استان شیب بسیار بسیار تند کرونا و در 11 استان دیگر هم شیب تند داریم. هفته ها و روزهای سختی در پیش است. دانشگاه پزشکی تبریز: تعداد بستری های کرونایی در استان از دو هفته پیش از 400 نفر به 1050 بیمار رسیده است. فرمانداری بروجرد: از وضعیت قرمز عبور کرده و وضعیت سیاه و بحرانی داریم. اگر مردم رعایت نکنند، روزهای آتی فاجعه انسانی داریم. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر شنبه 21 فروردین 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 535 شهر از 248100 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 10043 نفر، در البرز به 6183 نفر، در اصفهان به 16205 نفر، در بوشهر به 2509 نفر، در تهران به 56841 نفر، در خراسان جنوبی به 2411 نفر، در خراسان رضوی به 15990 نفر، در خوزستان به 14859 نفر، در سمنان به 4390 نفر، در فارس به 7302 نفر، در قزوین به 2829 نفر، در قم به 8810 نفر، در کرمان به 5499 نفر، در کرمانشاه به 4939 نفر، در گیلان به 8681 نفر، در لرستان به 10468 نفر، در مازندران به 10580 نفر، در هرمزگان به 2800 نفر و در همدان به 5638 نفر رسیده است. در ادامه اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است. مردانی عضو کمیته علمی کرونا گفت تخت‌های بیمارستانی و بخش‌های ICU کاملاً مملو و پر هستند. یکی از موضوعاتی که پرسنل بیمارستانی را کلافه کرده نداشتن جای کافی برای بستری است. ما پیش‌بینی می‌کنیم آمار مرگ و میر از این هم خیلی بیشتر شود. در لرستان معاون فرمانداری بروجرد گفت بروجرد از وضعیت قرمز عبور کرده و وضعیت سیاه یا بحرانی پیدا کرده است. اگر مردم رعایت نکنند، در هفته آینده و روزهای آتی یک فاجعه انسانی به وجود می آید. در البرز رئیس دانشگاه پزشکی از فوت 16 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته خبر داد. در قم رئیس کمیته اپیدمیولوژی گفت منحنی آمار به وضعیت فاجعه بار رسیده که نشانه ها آن را در بیمارستان ها مشاهده می کنیم. سنگر اول مقابله با کرونا در قم شکسته شده است و به سنگر دوم رسیده ایم. در بوشهر معاون دانشگاه پزشکی گفت میزان مرگ از هفته اول فروردین ماه افزایش دو برابری داشته است. در آذربایجان شرقی معاون اول دانشگاه پزشکی گفت تعداد بستری های کرونایی به 1050 بیمار رسیده، در حالی که دو هفته قبل 400 نفر بود. فوتی ها در دو هفته قبل روزانه 2 تا 4 نفر بود، اما اکنون به 8 تا 11 نفر رسیده است. در ایلام روند افزایشی بستری بیماران کرونایی در ایلام باعث شده ایلام دارای رتبه اول شتاب ابتلا به ویروس کرونا در کشور باشد.
در خراسان جنوبی متخصص بیماری های عفونی در خراسان جنوبی گفت با موج چهارم اپیدمی کرونا مواجهیم که باعث افزایش بستری های بیمارستان شده است. با این افزایش موارد در طی هفته آینده ظرفیت بیمارستان کامل خواهد شد و بیمارستان های ما گنجایش نخواهند داشت.